دوستان عزیزم سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پایوت اکادمی رضا بگی هستم در ادامه ترس های آدوبی چون میخوام در ارتباط با همین چند ویدیو آخری که یاد گرفتیم یک تمرین رو اجرا کنم یک تصویر رو به عنوان کار تمرینی بیارم ببینیم این مواردی که یاد گرفتیم تا الان چه کاربردی داشتم ببینید با پنل بیسیک آشنا شدیم خب در پنل بیسیک میتونیم یک تصویر رو به طور کلی رنگ بندی و نور و موارد مختلفش رو تغییر بدیم اکسپوژرش رو تغییر بدیم هایلایت و شادو موارد مختلفش رو تغییر بدیم روی کل تصویرمون تاثیر میذاریم مطمئنا ببینید مثلا اگر من اکسپوژر رو یه مقدار بیارم سمت چپ کنتراست رو افزایش بدم برم به سمت راست هایلایت ها رو یه مقدار سمت چپ شادو هم همینطور و وایت رو به سمت راست میبرم یه مقدار رنگ سفید هم افزایش پیدا کنه و سمت چپ ببرم بلک رو که کلا این قسمت ها رو برای من سیاه تر کنه و گزینه وایبرانس رو هم اجازه بدین یه بیشتر کنم سچویشن رو هم بیشتر کنم به خاطر اینکه رنگ های آسمون هم بهتر به نمایش در بیاد کاری که انجام دادم به خاطر اینکه سوژه اصلیم که جذابیت تصویرم رو بیشتر میکرد آسمون بود کاری کردم که رنگ هاش جذاب تر بشه و البته ما بقیه قسمت ها با افزایش یا در اصل بیشتر کردن شدت بلک و شدو حذف شدن از تصویرم و کاملا سیاه شدن البته که اکسپوژر هم خیلی تاثیر گذاشت روش و با سیاه کردن قسمت های دیگه آسمونم رو بیشتر در چشم بیننده به نمایش میذارم بیشتر به بیننده نشونش میدم اینجوری سوژمون جذابتر خواهد شد خب ممکنه شما بر حسب سلیقه نیاز داشته باشین و دوست داشته باشین این رنگ سیاه به وجود نیاد هم ساختمون ها رو خیلی بهتر ببینین هم آسمون رو به این رنگ ببینید در حالت بیسیک ممکنه این کارتون غیر ممکن باشه برای مثال اگر من اکسپوژر رو به سمت راست ببرم و کنتراست رو برعکس به سمت چپ بیارم همونطور که مشاهده میکنید کنید ساختمون ها رو دارم با وضوح بیشتری میبینم اما آسمون از بین رفت یه جورایی امکانش نیست که ما در بخش بیسیک هر دوتا رو با هم جذاب و خوب جلوه بدیم در این شرایطه که من میرم سراغ مسکینگ در سایه قبلی که در ارتباط ماسکا بودن به این درد میخورن خب من بیسیک رو که داشتم بزنین یه بار ریست کنم کارم رو برگردیم به همون تصویر قبلی بریم ببینیم ماسکمون چه کاری انجام میده من با ماسکم اگر دقت کرده باشین مثلا میتونستم لینیر گریدینت به وجود بیارم یه قسمتی رو جدا کنم به این شکل افزایش هم میدیم هیچ ایرادی نداره حالا خط بالایی رو هم یه مقدار منتقل میکنم به سمت پایین که تأثیر گذاری روی این بخش های آسمون بیشتر بشه اشکالی نداره که ماسکم روی ساختمون هست بعدا میتونم تصحیحش کنم درستش کنم یه مقدارم اینو ببریمش بالاتر یه بیاریم پایین تر اشکال نداره همونطور که بهتون گفتم و مشخصا یه دونه ماسک برای من به وجود اومده روی این دو تا فلش اگه کلیک کنم باز میشه گستره بیشتری رو خواهم دید از امکانات بخش ماسکینگم پنل ماسکینگم و الان میتونم تغییراتی به وجود بیارم بهتون گفتم در بخش اد میتونیم به این ماسکمون مثلا با براش یه قسمتایی رو اضافه کنیم شاید دوستان متوجه نشده باشن که دلیلش چیه مثلا اگر اد رو بزنم گزینه براش رو انتخاب کنم گفتم مثلا میتونم اینجاها رو به محدوده ماسکم اضافه کنم خب ممکن سوال به وجود اومده باشه برای دوستان عزیز که این چه کاربردی داره اصلا به چه دردی میخوره همچین کاری ما داریم انجام میدیم یه کنترل زد بزنم کلا براشم رو حذفش میکنم و بهتون میگم در ادامه کار که این براشه به چه دردی میخوره نیاز نیست که حتما اول براشمون رو بزنیم بعد بریم سراغ تغییرات میتونیم تغییرات رو اعمال کنیم بعد از براش های مختلف یا ابزارهای دیگری که در این قسمت وجود دارن استفاده کنیم برای تصحیح رنگمون تصحیح کارمون کلا خب بیا بریم سراغ این بخش من میخوام یه مقدار اکسپوژر رو کمترش کنم بذاریم اکسپوژر رو کم کنم یه مقدار در همین حد کافیه بعد میتونم مثلا کنتراست هم رو افزایش بدم برای آسمونم که آسمون جذاب تری داشته باشم هایلایت ها رو بیاریم به سمت چپ شادو uh, رو هم بیاریم به سمت چپ میبینید دوباره دیوارها داره سیاه میشه هی... هیچ ایرادی نداره وایت رو میبرم به سمت راست و بلک رو هم به سمت چپ میارم که آسمون جذاب تری رو دوباره ببینیم میتونم از ساتچوریشن هم استفاده کنم برای اینکه رنگ آسمونم یه مقدار تغییر کنه آسمون جذاب‌تر و بهتری رو در اختیار داشته باشیم کاملا سلیقه‌ایه بسته به خودتونه که چی میخواین اما این بخشای پایینی رو هم میخوام جداگانه حالا تغییر بدم ماسک‌ها به همین درد میخورن قسمت بالایی رو به طور کامل جداگانه تغییر میدیم رو قسمت پایینی هم یه ماسک جدید به وجود میاریم از صفر میشینیم اکسپوزر و کنتراست و هایلایت و موارد مختلف رو تنظیم میکنیم فعلا هم سراغ براشا نمیرم یه اسم ولی, برا... ولی برای, این مورد مشخص میکنم برای ماسکم یا رایت کلیک گزینه رینیم و اسم اینو میذارم مثلا سکای که آسمون همون هستش و بدونیم داریم آسمون رو تغییر میدیم بریم سراغ create new mask در این بالا یه ماسک کاملا جدید به وجود بیاریم با گزینه linear gradient و از پایین به سمت بالای ماسک شکل میدم که روی دیوارها رو هم بپوشونه روی تمام دیوارها رو بپوشونه حالا از اول اکسپوژر رو به سمت راست و کنتراست رو به سمت چپ میارم دیوارا بیشتر مشخص میشن میبینین جزئیات ها رو الان دارم میبینم تغییر دیگه هم فعلا نمیدم میخوام الان کارهای دیگه انجام بدم اینو بیاریم به سمت بالا دیوارها رو جدا کنیم اگر دقت کنید به سمت بالا که میام آسمون رو دارم از دست میدم خب نیازی به این مورد نیست پس اینو برگردونیم سر جای قبلیش که آسمون رو از دست ندیم این رو هم یه مقدار میتونم کاهش بدم و حالا اسم این مورد رو هم میتونیم بذاریم مثلا building B U I L D I N G building. دکمه اوکی okay رو هم میزنم خب الان دیگه میدونم که کدوم ماسک ساختمونمه کدوم ماسک آسمونه این دوتا رو میتونم از هم تفکیک کنم خب اگر دقت کرده باشین ماسکی که برای اسکای درست کرده بودیم باعث سیاهی این قسمت ها شد پس دوباره اسکای رو انتخاب میکنم میرم سراغ گزینه براش برای سابترکت میخوام این بخشی رو حذف کنم سابترکت رو انتخاب میکنم براش رو براش در نظر میگیرم و حالا شروع میکنم به کار کردن ببینید این قسمت های دیوار ها رو داره برای من برمیگردونه با دقت میتونیم بشینیم کار کنیم زمان بذاریم سایز قلممون رو کم و زیاد کنیم اگر میبینی این قسمت های سیاس به خاطر که باید برعکس کار کنیم بریم سراغ اون ماسک دیگه ای که داریم و از اون استفاده کنیم خب این قسمت ها رو من برمیگردونم خیلی با دقت و کارمون که اینجا تمام شد برمیگردیم سراغ مورد دیگه خب این بخش ها رو هم کنترل کنیم خیلی هم نمیخوام دقت عمل زیادی به خرج بدم وقت شما رو بگیرم هر جایی هم که دیدین مثلا الان آسمون حسب شد به شکلی که دارید میبینید برعکسش رو عمل میکنیم میریم سراغ گزینه اد براش و اونجا رو برمیگردونیم الان بینین آسمون دوباره برگشت این قسمت آسمون رو هم دوباره میتونم برگردونم به شکلی که دارید می بینید حالا میتونم سایز قلم رو مثلا کوچیک‌تر کنم برم سراغ براش یک و اینا رو دیوارهای اینجا رو درست کنم دوباره این بخشای دیوار رو برگردونم خیلی میتونین زمان بذارین با دقت عمل بیشتر این کار رو انجام بدین این قسمت دیوار هم سیاه شده بود من یه زوم میکنم بهتر مشخص شه این رو هم ببندیم اینجا ها سیاه شده ما خیلی راحت میتونیم دوباره با کلیک و درگ این قسمت ها رو برگردونیم به این شکل اگر میبینید یه جایی تأثیر پذیری نداره باید بریم سراغ ماسک دیگمون مقصر اون یکی ماسکه خب من بازم میتونم سایز رو کوچکتر کنم با دقت دیگه خیلی خیلی زیادی لبه ها رو حذف کنم این بخش ها رو کاملا با دقت عمل زیاد برگردونم که آسمون رو از دست ندیم و همینطور که بهتون گفتم دوباره میتونیم برای تصحیح رنگ برگردیم سراغ این قسمت ها میبینید این بخش ها رو با دقت عمل بیشتری برگردونم اگه میبینید تفاوت وجود داره بین اون بخشی که دارین رنگ میزنیم و قسمت های بالاتر به خاطر اون فدر دور قلمتون میتونه باشه که با محف شدگی کار رو براتون انجام داده پس میتونید این جاها رو کلی زمان بذارین با دقت عمل زیاد بخش که باید درست کنین درست کنین اون این قسمت ها الان تفاوت داره برای من باید یه مقدار کار رو با اطراف شیر کنم به خاطر اون فدری که وجود داشته که رنگ کارم طبیعی تر بشه خب بذاریم برگردیم سراغ ماسکمون این ماسکی که اینجا داشتم بذارین قسمت رو هم بزرگ کنم خب این بخش اسکایه اگر من جا کنم این مقدار مثلا ببرمش بالاتر آسمون رو دارم از دست میدم میبینید ولی اون قسمتی که الان داشتم براش میزدم رو دارم برش گردونیم سر جای قبلیش و حالا با دقت عمل بیشتری میتونیم دونه دونه این براشمون رو انتخاب کنیم و ازشون کار بگیریم من میتونم حتی این قسمت رو برای اینکه ساختمونم خیلی تیره نشن برگردونم و کنترلش کنم تمام اینا دیگه بستگی به خودتون داره میتونیم بریم سراغ بیلدینگ این قسمت گزینه اد رو بزنیم یه براش بر این بخش به وجود بیاریم و این بخش ها رو با قلممون روشن تر کنیم نبینید اضافه کنیم به اون یکی براشمون اگر میخوایم جزئیات ساختمون اونور بیشتر به نمایش بیاد این سیاهی که میبینید کاملا مربوط میشه به این بخش اسکای حالا دوباره باید بیایم روی اسکای اون بخش رو حذف کنیم باید زمان بذاریم که بهترین نتیجه رو بگیریم برای کارمون اگر دقت کرده باشین تمام این قسمت‌ها در محدوده ماسک قبلیمون بود که حالا داریم به ماسک جدیدمون اضافش میکنیم خودتون اگه تمرین کنید بهتر متوجه میشین چه اتفاقی میافته یه همچین کاری رو میتونیم در نهایت داشته باشیم فقط اینکه باید خیلی حواستون باشه مثلا اگر من این alt رو دکمه alt رو نگه دارم و شروع کنم به کلیک کردم میتونم آسمونی که الان از بین رفته بود رو برگردونم در این لبه ها و بعد بریم سراغ ماسک بعدیمون دوباره بریم سراغ این ماسکی که اینجا داریم براشمون رو انتخاب کنیم براش مثبتم رو انتخاب کردم این قسمت سیاه میشه آلت رو نگه میدارم سفیدش میکنه حالا این لبه های دیوار رو دوباره میکشیم که برگردن اگر دیدین یه جایی ماسک سیاه و سفید نمیشه مربوط به اون یکی ماسکتونه باید برین اون رو تصحیح کنید کلا اگر تفاوت میبینید حالا برای من سیاه میشه این قسمت ها چون تضاد کامل رنگی دارم میبینید این قسمت ها دیگه تغییر نمیکنه باید برم سراغ براش ماسک اسکای و از اون استفاده کنم برای سفید کردن این قسمت ها این براش رو انتخاب کنم و این بخش ها رو حذف کنم آروم آروم باید این کار رو انجام بدیم از هر تا ماسک استفاده میکنیم نتیجه بهتری رو در بر خواهد داشت میبینید این قسمتی که سیاه بودن رو اینجا من دارم برمیگردم خب این یه مورد تمرینی بود برای اینکه متوجه بشین وقتی گریدینت رو به وجود می آوردن بعد از براش استفاده میکردن برای کاهش یا افزایش محدودش چه دلیلی داشت چه کاربردی داشت این کاربردیه که میتونیم از دیگر ابزارهای ماسکینگمون داشته باشیم میتونیم بخشهای مختلف رو در اختیار بگیریم حتی میتونیم براش یه گریدینت مخالف به وجود بیاریم یه قسمت های از ماسکمون رو حذف کنه ازتون درخواست میکنم این درس رو حتما تمرین کنید نیاز به تمرین داره مطمئنا بخش ماسکینگمون که بهتر متوجه بشین چه اتفاقی برای کارتون میافته از ابزارهای مختلف با ماسکهای مختلف استفاده کنین باش کار کنین بهتر در ذهنتون باقی میمونه که کار تمام اینا تک تک اینا چیه در انتهای ویدیو مثل همیشه ازتون درخواست میکنم دوستان عزیز لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب پایت آکادمی سابسکرایب کنید اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندین. مطمئنا در آینده تمرینات بیشتری هم با ابزارهای متفاوت خواهیم داشت ممنونم از همراهیتون موفق باشید